خیلی من هنرشون ستایش میکنم، ولی اگه جای اشتباه بخوام وایستن و وقت من یقشون رو میگیرم. من جاکش ها رو میخونم براتون. من به این آدم هایی که میتونن بیان و رول آدم هایی که در تبدیل در یک گوشه در خونه خودشون هم تحت تعقیب هم تحت فشار هم، من بهشون میگم جاکش ها، و این شعر رو براشون گفتم. جاکش ها در میان ما جاسازی میکنند، جاکش ها در میان ما جاسازی میکنند، جاسوس در میان ما جاکش ها جا به جا جاسازی میکنند. غیر قانونی نیست نوستالژی. به یاد روزهای عرق‌خوری در مرمر، کافه نادری، ریویرای قوام السلطنه، خاطرات مدرسه، دانشگاه، کارخانه، روزنامه، همکلاسی، همکار، روی یک نیمکت، در یک اداره، دور یک میز، گرد یک منقل، در یک زمین ورزش، جاکش‌ها نبوده‌ها را عکاسی می‌کنند. نمیشناسی، ندیده ای، بوده اما در پس پشت خاطره قماربازی، کلاشی، پشت هم‌اندازی، نمیشناسی، نمیشناسیشان. کافه هایی که تو به یاد نمی آوری، گیلاس هایی که هرگز بالا نبرده ای، همکلاسی هایی که هرگز ندیده ای. مثل ما با ما میگویند کار، مثل ما با ما میگویند تضاد، مثل ما با ما میگویند کارگر، میگویند کارخانه، کارفرما. مثل ما مشتهایشان را گره میکنند و میگویند همه آن چیزهایی را که ما میگوییم. دستمان را میفشارند محکم، رفیق، و همراه ما سرود میخوانند. تنها ما توده جهانیم، میگویند ما، و از ما نیستند. جاکشها همه چیز را در میان ما جاسازی کردند. روزنامه نگار، طنز پرداز، مقاله نویس، نویسنده، شاعر، آوازخوان، هنرپیشه، کارگردان، نقاش، قهرمان، از همه رقم، جنسشان جور است، کم نمی آورند. جاکش ها همه چیز را در میان ما جاسازی کردند. کلمه جاکش رو در ایران و در خارج از کشور شدونه که سنشون بالاتر قدمن میدونن که در ایران قدم به قدم ایرانی ها استفاده میکنن. کلمه عربیش رو قباد، فارسیش اشکال داره، رکیکم هست. من